هنوز خونه ای؟ داریم میریم. را بیافت مسو. باید باهات حرف بزنم. در مورد چی؟ نمیدونم. یعنی چی؟ باید باهات حرف بزنم رضا. میرم زود برمیگردم. همین الان. گفتم که یه کار واجب دارم. اون حرفایی که من میخوام بهت بزنم از هر چیزی واجب تره. خیلی خوب. پس بیا بشین. بریم بالا. ببخشید مسو جان. حرفامون خصوصیه. خواهش میکنم. چی شده نرجس؟ بشین رضا. حرفام خیلی طولانیه. یعنی گفتنش اینقدر سخته؟ من که گفتم بذار بعداً بهم بگو. اینجوری شاید برای خودت هم راحت تر بشه. اونجایی که من میرم رضا، اون جنگل برزخه. حالا دیگه مطمئن شدم. از کجا میدونی؟ یعنی چطوری مطمئن شدی؟ با استادم حرف زدم. گفت چیزایی که اونجا دیدم همه میتونه نشونهای برزخ باشه. استاد یعنی حاج آقا شهیدی؟ باورت نمیشه؟ چرا؟ چرا وقتی حاج آقا میگه خب حتما درسته، ولی خیلی عجیبه نرجس. پس معصومم یعنی اونی هم که دیدی واقعا روح معصومه بوده؟ آره معصومه بود. من بعد از اون دفعه بازم رفتم اونجا رضا، دوباره دیگه رفتم، اما به تو چیزی نگفتم. چرا بهم نگفتی؟ چون اون دو دفعه دیگه به جای اون جنگل قشنگ رفتم به یه بیابون بی انتها و ترسناک. بیابون؟ آره رضا، بیابونی که یک عالمه آدم توش گرفتار بودن، انگار که پای همشون به زمین میخ شده باشه. یعنی اونجا هم برزخ بود؟ آره، ولی جای بدی از برزخ. بین اون آدم ها که اسیر اون بیابون بودن، بین اونا چی خانم؟ بین اونا حرفتو بزن نرجس، نترس. تو بین اونا بودی رضا، بین اون آدما که انگار تو اون بیابون بد پاشون به زمین بسته شده بود. تو از من کمک میخواستی،
خیلی درمونده بودی رضا، خیلی بیچاره، با چشات داد میزدی و از من میخواستی که به دادت برسم. بله. الو. سلام نهید خانم. سلام جناب علی. من مسعود هستم. سلام آقا مسعود، خوب هستین؟ متشکرم. ببخشید نهید خانم، یه سوال داشتم ازتون. میخواستم بپرسم دیروز یه خانم جوون نیومدن پیش مامان؟ خانم جوون؟ خانم جوون؟ چرا اتفاقا یکی از موکلاشونن. چطور مگه؟ اسمش علی پوره. اسم کی؟ همون خانم جوونو میگم که اومده بود پیش ماما، موکلشونو میگم. نه خانم سلطانیه. نهید خانم شما مطمئنین؟ یعنی مطمئنین تنها خانم جوونی که اومده بودن پیش مامان ایشون بودن یا کسی دیگه باشون تماس نگرفتن؟ بله مطمئنم. چی شده مگه؟ هیچی چیزی نشده. ببخشید یه خواهش داشتم ازتون، میخواستم فقط اگه امکانش هست از این سوالی که ازتون پرسیدم مامان چیزی نفهمه. یعنی اصلا بهش نگید من باهاتون تماس گرفتم، باشه؟ چشم. متشکر. خدافظ شما. خدافظ. میدونم باورش سخت رضا، برای منم سخت بود، اما باور کردم. حاج آقا بهم گفت اونجا، اون بیابون، جای کسایی که بلا تکلیفن، هنوز نه جهنمی هستن و نه بهشتی. اما تو نباید بلا تکلیف بمونی رضا، تو باید بهشتی بشی. چطور میشه من که هنوز نمردم اونجا باشم؟ میشه رضا، میشه. اون جسم برزخیته که اونجا معذب و گرفتار. اگه هر کس دیگه ای رو جای تو دیده بودم، حتی نزدیکترین اقوامم، میتونستم لب باز نکنم و اینا رو به زبان نیارم. اما تو نرزا، نتونستم، نمیتونم تحمل کنم که تو توی برزخ اونطوری باشی. تو همه دنیای منی، نمیتونم ببینم آخرتت اینطوری باشه. گفتی من با چشام، با نگاهم باهات حرف زدم نرجس. چی بهت گفتم؟ از کدوم گناه ترسیده بودم؟ نمیدونم. هر وقت از اونجا برمیگردم همه چی یه دفعه یادم. چند تا کلمه تو ذهنم باقی میمونه که ازشون سر در نمیارم. مثلا چی؟ این کلماتو میگم: خیانت، ظلم، غفلت، بچه، مادر. با چشات به هم زدی همینا یادم مونده. نمیدونم معنیش چیه رضا، اما حتم دارم تو یه کاری کردی که نباید میکردی. یه خطا، یه گناه. رضا. بله. میدونی چی کار کردی؟ میدونی اون کار بد چیه؟ حدس میزنم.
هر گناهی باشه، هر چقدرم بزرگ، بزرگتر از بخشش خداوند نیست. میتونی جبران کنی رضا؟ کاریه که هنوز انجام ندادم، به موقع به دادم رسیدی. چه کاری؟ نمیخوای به من بگی؟ میگم بهت، ولی الان نه نرجس. شاید بتونم کمکت کنم. کمکم کردی، خیلی کمکم کردی خانمم. باشه نگو، اما یادت باشه که من کنارت هستم، هر جوری بخوای کمکت میکنم. گناه هر چی که باشه برای من فرقی نمیکنه. امروز باید با دیروزتون فرق داشته باشه، چون امروز یه روز دیگه است. شما هم باید یه کس دیگه بشی. شهر تهران با دودش و ترافیکش بازم میتونه روزای خوبی داشته باشه برای، به شرطی که فقط به خودت فکر نکنی، آدمای دیگه هم الو سلام عزیزا، تو کجایی؟ تو خیابون. مامان فهمیده؟ نه، چی گفت بهتون؟ کجا داری میری تو؟ داشتم میرفتم خونه فریده، گفتم برم اونجا ازش بپرسم ببینم چیزی به مامان گفته یا نه. آدرسشو بده ببینم. آدرس برای چی؟ مگه نمیگی مامان چیزی نفهمیده؟ آدرسو بده، خودتم برو دمی در وایسا تا من بیام. تا نیومدم نرو تو. برای چی؟ انقدر زبون نگیر ازم. میام بهت میگم، آدرسشو اسمس کن برام. چشم. سلام، کدوم خونش؟ یعنی خونت؟ اینه، واحد چهارم. بریم بابا، یه لحظه صبر کنید. چی قراره بگیم بهش؟ تو لازم نیست چیزی بگی، من حرف میزنم تو گوش میکنی. بابا، مامان چی بهتون گفته؟ در مورد تو حرفی نزد. راستشو بگین، موضوع فریده رو فهمیده؟ کاش که اونو فهمیده بود. بس موضوع چیه؟ گفتی واحده چندومه؟ چهارم. سلام فریده خانم، منم. خب شما کی هستی؟ سرمد هستم. بفرمایید امرتون آقای سرمد. اجازه میدید بیام تو؟ بفرمایید چی کار دارید؟ برای چی میخوای بیاید تو؟ متوجه شدین چی گفتم؟ اومدم باهاتون حرف بزنم. ما حرفامونو زدیم، هم من هم شما. من اومدم حرفامو پس بگیرم.
خوب نیست آدمی به این سن و سال و اینجوری دم در خونتون معطل کنید. خدا رو خوش نمیاد. اگه نمیتونی جلوی خودتو بگیری همینجا بمون. بالا که میریم فقط من حرف میزنم، هم به جای خودم هم به جای تو، فهمیدی؟ فرمودید که آقازاده هم همراهتونن. باید میومد تا حرفامو بشنوه. یه طرف صحبتمونه. اجازه هست؟ بفرمایید بشینید حاج آقا. حالتون خوبه؟ خوبم. رنگ روتون هنوز پریده است. واقعا خوبی؟ عرض کردم خوبم امرتون. آشنایی ما تو وضعیت بدی اتفاق افتاد. حتما درک میکنید که برخورد بد من یه علتش همین بوده. بله، اشکالی نداره. من به برخوردهای بد خانواده سرمد عادت دارم. حق دارید که عصبانی باشید. هم من و هم مسعود رفتار بدی با اتون داشتیم. الان هم اومدیم که اشتباهمون رو جبران کنیم. میخوام راحت با تون حرف بزنم فریده خانم. من و مسعود اشتباه کردیم، ولی رفتار شما هم بی اشکال نبوده. چرا؟ چون میخوام بچه‌مو نگه دارم؟ نه، اشتباهتون یه کمی قدیمی تره. منظورم ازدواج پنهانیتون با مسعود و 2 سال تن دادن به زندگی مخفیانه است. اشتباه بزرگتر از اونم رفتنتون به سمت اعتیاد بوده. اتفاقا حاج آقا منم الان دقیقاً دارم سعی میکنم همین دوتا اشتباهی که شما میفرمایید و جبران کنم. دیگه نمیخوام با آقا مسعود زندگی کنم، چه علنی چه غیر علنی. اعتیادم هم گذاشتم کنار. ولی اگه دلسوزی من برای بچه‌م از نظر شما اشتباهه و فکر میکنید باید از بین ببرمش، بهتر خودتون رو خسته نکنید. آقا مسعود میتونن از بچه‌شون متنفر باشن. شما هم همینطور. میتونید نوتون رو دوست نداشته باشین، ولی من عاشق بچه‌مم. نه مسعود از بچهش نفرت داره، نه من. اتفاقا اشتباهی که باید جبران کنیم همینه. اومدیم بگیم ما میخواییم اون بچه زنده بمونه و به دنیا بیاد. بابا ساکت باش مسعود. اشتباهی که ما باید جبران کنیم همینه. اشتباهی که شما هم باید جبران کنی اعتیادتونه. ازت میخواییم که دیگه نری به سمت مواد مخدر. اون وقت ما ازت حمایت میکنیم، هم از شما هم از اون بچه. من دیگه هیچ وقت سمتش نمیرم. خوبه، خیلی خوبه دخترم. اون بچه حق داره که سالم به دنیا بیاد. اون بچه همین الانش هم سالم نیست. شک نکنی معتاده مثل مادرش. گفتم ساکت باش. نمیتونم ساکت باشم. من بچه ناقص و معتاد نمیخوام. نه بچه رو میخوام نه مادرشو. اولا معلوم نیست که بچه ناقص باشه یا معتاد. در ثانی اگرم اینطور باشه هیچ کس حق نداره از زندگی محرومش کنه مسعود. نه تو نه من. کی اینو گفته بابا؟ کی اینو گفته؟ کی این حقو از من گرفته؟ من پدرشم. خدا شر. آره تو باباشی، نه صاحب اختیار مرگ و زندگیش. اگه شهر امینو گفته باشه من این حرفو قبول ندارم. اگه خدا هم دو کف نبو پسر. فکر کردی کی هستی که انقدر من میکنی؟ تو هیچی نیستی جزی آدم ضعیف دمدمی مزاد که نمیخواد مسئولیت کارایی که کرده قبول کنه. من
نمیذارم نقشت اونجوری که تو فکرت پیش بره فرید خانم. من جلوت وای میستم. مسعود بشین دخترم، بشین. ما اون بچه رو نگه میداریم، وظیفه اونه که حفظش کنیم دخترم، و این کار رو میکنیم. تو باید مراقب باشی، هم مراقب اون بچه، هم مراقب خودت. میفهمی؟ به هیچ چی فکر نکن، نه به حرفای مسعود، نه به هیچ چیز دیگه، فقط به اون بچه فکر کن. کاری که تو میکنی اینه که دیگه طرف اعتیاد نری. میدونم کار خیلی سختیه، ولی مطمئنم با عشقی که به اون بچه داری از عهدش برمیای. فردا بیا دفتر من، از یه دکتر خوب وقت میگیرم تا بریم پیشش. باید تحت نظرمون باشی تا خیالمون راحت باشه. چشم. این پیشت باشه. خیلی ممنون حاج آقا، من پول دارم. میدونم، بذارینم باشه. تلفن منو داری دیگه؟ بله. هر موقع کاری داشتی بهم زنگ بزن، هر موقع که شد. باشه؟ چشم. به خاطر حرفایی که دیروز زدم منو حلال کن، ازم بگذر. حاج آقا این حرفو نزنین، شما باید منو ببخشید. خداحافظ. زنگ میزنه. وصلش کن. الو. بفرمایید. آقای هادیان. بله خودم هستم. شما خوبید؟ رفیق من یه چک دستمه برای روز شنبه که شما امضاش کردید. بله بله، بابت بدهی به آقای عطریان من خدمت ایشون عرض کردم. عطریان چکو داد به ما، پولشو گرفت. ما که میگم یعنی زیادیم. منم دارم از طرف هممون میگم. چکت برگشت بخوره، اقدامات قانونی و غیر قانونی ما شروع میشه. شنبه که بانک ها تعطیل شه، چک نقد نشده باشه، زندگی تو هم تعطیل میشه. آقای سرمد تشریف آوردن. سلام. چطوری؟ خرابم آمد. چی شده؟ هیچ. حاجی موسر وایستده که باید بچه رو نگهش داریم. مگه بهش نگفتی این دختر معتاده؟ چرا نگفتم؟ گفتم. میگه بچه اگه ناقص هم باشه باید نگهش داریم. میگه سخت جنین قتل نفسه. رو حرفش هم وایستده کوتاه نمیاد. همین الان با هم حرفمون شد. حامد برای دفعه اول بود که تو روش وایستادم، ولی فایده ای نداشت. بالاخره فهمید این فریده راستی راستی بچه رو میخواد یا میخواد اونو بهانه کنه که تو رو بیشتر دیغ بزنه. دیغ زدن کدوم حامد؟ فریده اصلا پول نمیخواد. الان با بابا رفته بودیم خونش، خمار بود، داغون. باورت میشه؟ به خاطر اون بچه ترک کرده، همه زندگی شده اون بچه. اگه اینطوری باشه که کارت زاره. آره. ببین باش آشتی کن، بهش بگو پشیمون شدی، حرفای حاجی تکونت داری. خب بهش بگو میخوای باهاش زندگی کنی، از طلاق دادنش هم منصرف شدی. به بابات هم همینو بگو، اینطوری وقت داری که رو مغز فریده کار کنی و بازیش کنی که بچه رو بندازه. مثلا چه میدونم، بهش بگو که
حاج خانم نباید بفهمه تا وقتی معصومه زنده بوده شما با هم ازدواج کردیم. اگه بچه به دنیا بیاد همه چی لو میره. بگو حالا وقت داریم که راجع به بچه دار شدن بگیم. باور نمیکنم. اون زرنگتر از این حرفاست. آره اما اگه خوب نمایش بازی کنی باور نمیکنه حامد. باورم کنه راضی نمیشه با من زندگیشو ادامه بده. اون الان عاشق بچه من، از خودم متنفره. همون اندازه که من ازش تنفر دارم. من هنوزم این حرفو تو کتم نمیره مسعود. اگر این فریده همونیه که من میشناسم هنوزم دنبال پوله. یاد حرف مادرم میافتم. مادرم همیشه میگه زنها وقتی مادر میشن یه آدم دیگه ای میشن. فریدم الان یه آدم دیگه ای شده. دنبال پول نیست حامد. بچهشو با هیچی عوض نمی کنه. گفتی ترک کرده؟ اما خمار بود ها؟ آره خمار بود. مادرت راست میگه. من مادرهای زیادی رو سراغ دارم که جونشونو به خاطر بچهشون دادن. برای همینه که میگن بهش زیر پای مادر است. اما مادرهایی رو میشناسم که بچهشونو اجاره میدن یا میفروشن برای اینکه پول عملشون رو جور کنن. حامد بهت میگم فریده ترک کرده. اما خمار بود. آره خمار بود که چی؟ هزار تا راه هست برای اینکه این معتاد که ترک کرده دوباره شروع کنه. من یه رفیقی داشتم اسمش کامران بود. عملی بود. بهش میگفتیم کامران هپروت. میگفت ترک کردن که کاری نداره. من تا حالا هزار دفعه ترک کردم. منظورت چیه؟ میشه فریده رو دوباره معتاد کرد. یعنی کاری کنیم که ترکش رو ترک کنه. اون وقت میشه از اون مادرایی که من میگم. نه از اون مادرایی که مادرت میگه. اون موقع میشه سر بچه‌ش هم باهاش معامله کرد. مسعود تو دوباره شروع کردی حامد. این کار نامردیه نمیفهمی؟ نامردی اینه که به خاطر اون بچه فریده خانم یه عمری آویزون تو بشه. حامد نمیتونم. یه فکر دیگه کن. اصلا من میگم سالمه میگه معتادش کن. چی داره میگی برای خودت تو؟ آدم سالم کدومه مسعود؟ من حتم دارم که فریده دیر یا زود دوباره میره سراغ مواد. دیر یا زود داره اما شکی توش نیست. فقط ممکنه وقتی دوباره عملی بشه که بچه‌ش دنیا اومده باشه. اون وقتی که کار از کار گذشته. تمومش کن. گناه همین. اون بچه دنیا بیاد گناهش بیشتر مسعود. شک نکن که فریده دیر یا زود اون بچه رو میندازه تو بغل تو و دوباره میره پی مواد. اون وقت هم تو بدبخت میشی همون بچه. و الا بچه ای که مادرش معتاده و پدرش دوستش نداره بیشتر کنم. خدا لعنتت کنه فریده. همین چه بلایی سر من آوردی. همین تو رو خود منو به کجا کشونده. خدا لعنتت کنه دختر. اصلا تو کاریت نباشه آقا جون. خیال کن این حرفا رو من بهت نزدم. یا فریده خانم اونیه که من میگم خر لنگیه که منتظر هوشه که یکی دو هفته دیگه با حال نزار میارم پیشت تا سر رقم با هم توافق کنید. یا نه اونیه که تو میگی اصلا یه آدم سالمه. من هر چقدرم زور بزنم وسوسهش کنم کاری از پیش نمیبرم. اینجوری دیگه گناهی هم اتفاق نمیفته. اونم دیگه نمیره سراغ مواد. خیالت راحت باشه. نگران چی هستی؟ بسپرش به من با وجدان راحت. میدونم وقتش نیست مسعود ولی چی وقتش نیست؟ من 100 میلیون پول اسکان کردم مسعود. اون دفعه هم بهت گفتم چکم افتاده دست یه عده شهرخر. یارو هم الان پیش پای تو زنگ زد. کلی هم حرفای خطرناک زد. اون 200 میلیونو که برای فریده گرفتی تا یه هفته اقلا لازمش نداری. 100 میلیون بده به من تا من چکامو پاس کنم. حامد من اون پول با 30% اسکونت گرفتم تا بدمش دست فریده. اسکونتش مهم نیست با من. یه هفته دست من باشه یه ماه اسکونتشو میدم. همین الان هم چک اصل و فرعشو برات مینویسم که خیالت راحت باشه به ما بپسه. چی کار داری میکنی حامد؟ مثلا تو چکت پاس نشه من میندازمت زندون؟ یا چکتو میدم دست شهرخر؟ پاس میشه مسعود 100%.
داره 100 میلیون میریزم به حسابت. دست چکت هم باشه پیش خودت. خیلی نوکرتم مسعود. میدونم هر کاری واسه جبرانش بکنم کم کردم. فریده رو چی کارش کنم؟ قبل از اینکه آبرون پیش مادرم بره باید یه فکری براش بکنم. خیالت راحت باشه، مطمئن باش حلش میکنم. تو هم همین الان باشه برو پیش بابات ازش عذرخواهی کن، بگو اشتباه کردم، بگو اصلا هم بچه رو نگه میداری هم فریده رو، به شرطی که فریده دوباره معتاد نشه. اما اگر دوباره معتاد شد اونم باید رضایت بده، هم فریده رو طلاق بدی هم بچه رو سخت کنی. قبول نمیکنه حامد، اون راجع به بچه هیچ جوری کوتاه نمیاد. عیب نداره، بگو حداقل قبول کنه اگر فریده دوباره رفت سمت اعتیاد اجازه داشته باشی که طلاقش بدی. بگو اطمینان نداری که فریده رو حرفش بمونه. اینو بهانه کنه از بابات بخواد که فعلا ماجرای فریده رو به مامانت نگه تا مطمئن بشیم که ترک کرده. اینطوری حداقل آبروت پیش مامانت حفظ میشه تا یه مدتی. منم تو این مدت سعی میکنم به حاجی ثابت کنم که فریده خانم عملش سنگین تر از این حرفاست که بتونه رو ترکش وایسه. مرا چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار، نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن. از من نخواه که ببخشمت، من خودم هم مثل تو خطا کارم. از خدا درخواست بخشش کن. من امروز تو رو تون وایستادم، واسه همینه که میگم منو ببخشیم. غلط کردم، اشتباه کردم. تو روی پدر وایستادن بده، اما از اون بدتر اینه که نعوذ بالله تو روی خدا وایسی. من عصبانی شدم، یه چرت و پرتی گفتم واسه خودم. من کی باشم؟ من سگ کی باشم بخوام تو روی خدا وایسم؟ سگم وقتی هار بشه تو روی صاحبش وای میسته و پارس میکنه. باید مراقب باشیم که هار نشیم. خدا گفته من باید یه زن معتاد رو نگه دارم. واقعا خدا اینو میخواد من با یه زن معتاد بسوزم و اگه بخوام خودم و زندگیمو نجات بدم گناه می نویسه بام؟ خدا گفته ما مسلمونا برای غریبه هم باید دل بسوزنیم، چه برسه به قوم خویشمون. اون زنت مسعود باید نجاتش بدی از این مهلکه، باید ترکش بدی، نه اینکه فوری طلاقش بدی و خودت راحت کنی. چشم باشه، کمکش میکنم. اگر واقعا ترک کرد نگهش میدارم، ولی مطمئنم محاله. نگو اینو مسعود، بگو انشالله ترک میکنه، بگو انشالله بچه هم سالمه.
فریده رو ببخش و کمکش کن تا انشالله خودم کمکت کنه. باشه، چشم، بهش این فرصت رو میدم. آجاقا ولی اگه یه موقعی خدای نکرده دوباره رفت دنبال اعتیاد چی؟ گفتم خدای نکرده، اون موقع دیگه ازم نخواین باش بمونم، باید اجازه بدین ترکش کنم. تا وقتی هم مطمئن نشدیم خواهش میکنم از وجود فریده چیزی به مامان نگین، بذارین یه مدتی بگذره، وقتی مطمئن شدیم ترک کرده اون وقت بهش بگیم. خیلی از ما فقط اسممون مسلمونه، به خدا، به جهنم و بهشت، به آخرت و روز حساب و کتاب علم داریم، اما ایمان قلبی نداریم. هر جا که هر سه بهمون سخت بشه و رعایت و حکم خدا مشقت داشته باشه برامون، اون دنیا و روز قیامت رو یادمون میره، گناه میکنیم و از جبرانش هم غافل میشیم. ولی اون روز میاد مسعود، روزی که به شب نمیرسه و مشقتش هم تمامی نداره. تو رو خدا حواست به خودتو اون دنیات باشه. روزها فکر من این است، همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمده ام آمدنم، بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننما وطنم. خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پر و بالی بزنم، به امید سر کویش.